پایان کار بازسازی بخش از تونل سالنگ. این مسیر پر رفت آمد، اما پس از 4 ماه تنها برای موترهای مسافربری تیز رفتار باز شد. در مراسم بازگشایی آن، معاون اقتصادی رئیس الوزرا می گوید بازسازی این تونل سهولت را در انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی به وجود می آورد. ده دې لارې اهمیت په دې کې دی چې د هیواد د دوو برخو د نښلولو ترڅنګ د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ د ترانزیت رول لوبوي، بل د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي. نن زه ټول د افغانستان ولس او ملت ته مبارکي وایم چې عامه لار نن ورځ پرانیستل کیږي چې دا به زموږ د ټولو تجارانو وروڼو او د ټولو سرمایه ګزارانو وروڼو لپاره یو ډیره غټه لاسته راوړنه وي. آقای برادر همچنان میگوید کار تونل بدیل سالنگ نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. وزارت فایدامه میگوید امارت اسلامی متحد به بازسازی افغانستان است. په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیر دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکړو، په ټکه باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیله لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. با بسته شدن این شهرها نزدیک به 4 ماه است مسافران، موترهای باربری و مسافربری از راههای دشوارگذر با تحمل فاصله های زیاد و زمان بیشتر رفت آمد می کردند. وزارت فایدامه ما میگوید در حال حاضر این شهرها تنها برای موترهای تیزرفتار باز شده است. هر از امروز برای وسایط تیزرفتار باز میگرده و انشاءالله در روزهای نزدیک برای وسایط باربری هم باز خواهد شد. مسیر سالنگ در فصل زمستان پربرف است و به مراقبت‌های جدی نیاز دارد. مسئولان ما میگویند که این تونل به گونه اساسی بازسازی شده است. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری بازسازی این شهرها را در واردات و صادرات سودمند می داند. احساس خواهی که دیموگ انجینیران تا دیموگ داخلی ظرفیتون تا داد ورکوی او داد ورکوی ترسو دی خپل ځان بانده مطمئن که چه دی افغانستان خود کپایی تا دی افغانستان جوړولو تا مت راون غاری. با این حال کارهای باقی مانده شهرهای سالنگ نیز جریان دارد. شهرهای سالنگ یکی از شهرهای مهم ترانزیتی افغانستان است. در کنار وصل کردن ولایت‌های شمالی به پایتخت، مسیر ترانزیت آسیای مرکزی و جنوبی هم است. از این رو باز و بسته بودن این شهرها روی اقتصاد افغانستان تأثیر می داشته باشد. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، سالنگ.